این نقشه تعداد جاسوسان 10 کشور از کشورهای درگیر در جنگ جهانی دوم رو نشون میده. جالبه که تعداد جاسوسهای ژاپنی از بقیه بیشتره. البته خب وقتی از تعداد جاسوسها حرف میزنیم باید با تردید به آمارها نگاه کرد. یکی از روشهای جاسوسها برای جمع‌آوری اطلاعات سکسپیوناژ که ترکیب دو واژه جاسوسی و رابطه جنسیه. یعنی برای جمع‌آوری اطلاعات با فریب از طریق جنسی یا انجام رابطه جنسی طرف مقابل رو اغوا کنید و بتونید اطلاعات به دست بیارید. به این کار تله جنسی هم میگن. به مردی که این کار رو میکنه در برخی از کشورها زاغ و به زنی که این کار رو میکنه پرستو میگن. البته در ادبیات سیاسی فارسی همون واژه پرستو یا پرستو بازی برای همه موارد استفاده میشه. پس پرستو بازی مختص زنها نیست. مثلا در خلال جنگ جهانی دوم آلمان شرقی منشیهای دولت آلمان غربی رو که تنها مجرد و بیشتر در رده سنی خاصی بودن و به دنبال همسر میگشتن رو با الزام مردان جذاب برای ایجاد روابط عاشقانه مورد هدف قرار میداد و اطلاعات مورد نظر رو از این طریق به دست می آورد. Instead they cut his throat. There could be no witnesses. So they could come the missing piece and they will tell you anything. You have a gift. جاسوسی برخلاف آنچه شاید به نظر برسه همیشه و برای همه پردرآمدی است. این آماری یکی از 100 جاسوس که بعد از 1975 دستگیر شدن به دست اومده. بنا به مدارک 56% اونا اصلا پولی نگرفته بودن. 12% زیر 12,000 دلار و فقط 4 جاسوس آمریکایی بیش از 1,000,000 دلار در طول دوران خدمتشون پول گرفتن. این هم باید گفت بین اون 56% که پولی دریافت نکردن میشه به آنا مونتس جاسوس کوبا در آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا اشاره کرد که جاسوسی براش جنبه ایدئولوژیک داشته و به دنبال پول نبوده و در مقابل برایان رگان افسر اطلاعات آمریکا بود که میخواسته برای اطلاعاتی که در اختیار چین، لیبی و عراق قرار میده 13,000,000 دلار بگیره که زودتر از اون پول دستگیر شد و به پولم نرسید. تله جنسی روش جاسوسی جدیدی نیست، بلکه رد پاش رو میشه از عهد عتیق تا همین امروز دنبال کرد. یک خاخام یهودی با استناد به داستانهای عهد عتیق که یکی از اونها مربوط به خشایارشاه شاه ایران، زنا برای امنیت ملی رو حلال کرد و مجاز دونسته. داستانی که او گفته مربوط به رابطه عشقی خشایارشاه با همسر یهودیش استری که پس از فرمان کشتار یهودیان و با آشکار شدن مذهب ملکه استر، خشایارشاه به خاطر عشقی که به این ملکه داشت از این کار صرف نظر میکنه. این روش جاسوسی در ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب استفاده شده. پرویز ثابتی مدیر کل سوم ساواک در خاطراتش نوشته که از این روش به خصوص برای روحانیون استفاده شده و از دو روحانی به نام های جعفر شجونی و محمد تقی فلسفی هم نام برده. اگر بخوایم به بعد از انقلاب رجوع کنیم، صحبت هایی در مورد نحوه کشاندن روح الله زم به عراق یا همین گفته شد به همین روش بوده، یا آوردن حبیب اسیبد بنیانگذار جنبش مبارزه عربی به ترکیه، یا حتی نقش زنی به نام فرناز در پرونده قاضی منصوری. زن بالاخره به ایران قاچاق و اعدام شد، اسیبد هم به اجبار به ایران کشانده شد، حالا در زندان، و قاضی منصوری هم به طور مشکوکی در رومانی جانش را از دست داد. به 10 اکتبر توی پاریس هم سرمو دیدم. از پاریس فرودگاه شارل دو گل به وقت پاریس ساعت 16:25. ایشون باید ساعت 22 ساعت 10 شب باید میرسیدن اردن. زمانی که رسیدن اردن از ترانزیت اردن برای من عکس فرستادن که رسیدن. ساعت 23:20 از عمان پرواز داشتن به سمت بغداد. ساعت 10:01 شب ایشون رسید بغداد و من دیگه از ایشون خبری نداشتم. اما قضیه پرستو در پرونده قتل میترا و استاد به دست شهردار سابق تهران محمد علی نجفی هم خبرساز شد. میترا استاد همسر دوم نجفی بود، هرچند خود محمد علی نجفی پرستو بودن میترا استاد رو رد کرده و خیلی ها به اطلاق این واژه به میترا استاد انتقاد داشتن. اما این پست اینستاگرامی علی مطهری در همین مورد مطرح بود که نوشت برخی افراد در کشور پرستو دارن که برای بستن دهان و حذف مخالفان و منتقدان
از اونها استفاده میکنن. از اون طرف علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات ادعا کرده که استفاده از پرستو در وزارت اطلاعات ممنوعه و رهبر جمهوری اسلامی هم این کار رو مجاز نمیدونه. اگر فرض کنید که حفظ جان یک نفر مسلمان حفظ جانش وابسته به این است که شما شرب خمر واجب است باشه، دروغ بگید واجب است باشه. احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است. اگر ما اسلام را در خطر دیدیم همه من باید از من بریم. از جاسوسان مشهور دیگه که از این روش برای جاسوسی استفاده می‌کردن میشه از نانسی وی که مشهور که به موش سفید شناخته میشد نام برد که علیه نازی‌ها در جنگ جهانی دوم فعالیت می‌کرد، یا بتی پک که به MI6 سرویس اطلاعاتی بریتانیا برای رمزگشایی از کدهای آلمانی‌ها کمک کرد. این عکس‌ها هم مربوط به سال 2010. این چهره با نام مستعار کتایا دست کم از 6 منتقد ولادیمیر پوتین فیلم و عکس منتشر کرد تا اونا رو بدنام کنه. شغل ثبت شدهش مدل آماتور بوده. منتقدان پوتین رو به آپارتمانی در مسکو می آورده و مخفیانه وقتی برهنه بودن یا مواد مخدر مصرف می کردن از اونا فیلم می گرفت. ویدیویی که دیدید آنا چپمن جاسوس معروف روسی بود که در مبادله زندانیان سال 2009 از آمریکا اخراج شد، به روسیه اومد و با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. او الان هم در روسیه کار مجریگری و مدلینگ میکنه. من از دیگه 600 هزار فالوور در اینستاگرام داره و حتی بهش به یه سمت توی شورای عمومی شاخه جوانان حزب روسیه متحد که طرفدار پوتین هم هست دادن. یه چیزی فقط میتونه ذهن اون رو پریشون کنه، سه دختره و مشروب و اون بخش مغزش اون مختل میشه کنش با هم. اما بذارید موردهای تله جنسی رو با یک مورد عجیب و نتیجه تلاش‌های مخالفان جمهوری اسلامی تموم کنیم. بخش‌هایی از همین مستندی هم که با هم دیدیم در همین مورده. حمید نوری از متهمان شرکت در اعدام زندانیان سیاسی سال 67 با همین روش به تله افتاد و در سوئد بازداشت شد. در واقع این از موارد نادریه که مخالفان یک حکومت یک فرد حکومتی رو به وسیله پرستو به دام میندازن. قضیه کشاندن حمید نوری به سوئد اینجوری بود که با وعده تفریح و ارتباط جنسی این تور رو براش پهن کردن. نوری گمان میکرد از تهران به سوئد میره، از اونجا با کروز دریایی به فنلاند و بعد در بارسلون و میلان خوش میگذرونه و دوباره به تهران برمیگرده. حمید نوری الان به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی و جنایت علیه بشریت در دادگاهی در سوئد در حال محاکمه است.